به نام خداوند بخشنده مهربان. امروز 19 می ماه سال 2019 ساعت 12:20 به وقت مسقط هست. متاسفانه علیرغم اینکه فکر میکردم ویزای شینگنم مثل همیشه 10 تا 15 روزه به دستم میرسه و خواهم گرفت، تا به این لحظه هنوز ویزام در نیامده، نگرفتم، نمیدونم چرا. و سفرم به آلمان فعلا به تعویق افتاده. در خصوص اقدامات رهبر جمهوری اسلامی ایران، خیلی خداوند منان رو شاکرم که ایشون خودشون با دست خودشون و با اقدامات خودشون این نقاب رو از روی چهره خودشون برداشتن و حقیقت بنیادی خودشون رو برای جهان آشکار کردند. آقای دکتر سرافراز توی یکی از توییت هاشون نوشته بودند که تنها راه برون رفت از این بحران ها و بحران جنگ مبارزه با این اژدهای هفت سر فساد مالیه، که من طی مدت سالهای گذشته همیشه به آقای دکتر سرافراز میگفتم که باور کنید که رهبر بین مجتبا و تائب و ملت ایران قطعا مجتبا رو انتخاب میکنه و اینی که شما فکر میکنین ایشون به حقن اطلاع ندارن از خیلی مسائل اشتباهه، ولی ایشون همیشه امیدوار بودن که از داخل میشه با فساد مالی مبارزه کرد و وضعیت ملت رو بهبود بخشید که بشه با دشمن خارجی مبارزه کرد. به شکر خدا الحمدلله، با اینکه واقعا باعث تأسف و ناراحت کننده است که خب به هر حال مثلا دکتر و خیلی های دیگه مثل ایشون فکر میکردند که آقا خیلی خوب این فساد مالی فقط در حد مجتبا و تائبه و به رأس کار نداره، الان به وضوح شاهد بودند که اون اژدهای هفت سری که بهش اشاره میکردن، اولا که من میگم که اژدها هفت سر نیست، 5 سر بیشتر نداره. رأس اصلی اون اژدها جناب آقای سید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایرانه، رأس دوم آقای سید مجتبی خامنه‌ای و دست پرورده رهبره که طی 20 سال گذشته به طور کامل با شیوه های ایشون تربیت شدن و قراره که رهبر آینده جمهوری اسلامی ایران باشند. رأس سوم آقای حسین طائبه که از حیث قتل خب ایشون حرف اولو میزنن، یعنی 30 سور زدن به اون سعید امامی و آقای فلاحیان و اینا، که البته حالا اون موقع هم اون پشت مشتا خود ایشون بودن، حالا الان از پشت پرده ها در اومدن. یک رأس دیگه این اژدها دوستان و پیروان و یاران ایشان در کشور انگلیس هستند، که اگر که بررسی بفرمایید میبینید که چقدر از این مبالغ فساد مالی به کشورهای انگلیس و کانادا طی 2-3 سال گذشته ارسال شده. و یک رأس دیگه، یعنی رأس پنجم این اژدها، در کشور آمریکا یاران و همراهان ایشان هستند که خب حالا از طریق کانادا و این فسادهای مالی که کردن به طور کامل بودجه هایی که نیاز دارن برای اعمال اعمال ضد بشری و به قول معروف گفتنی تروریستی در اقصا نقاط جهان داره تأمین میشه. در نتیجه من هنوز هم روی حرف خودم هستم که تنها راه برون رفت از این بحران اقتصادی و امنیتی که در حال حاضر فقط مختص ایران نیست و اگر جنگی صورت بگیره جنگ جهانی سومه و امنیت تمام کشورها به خطر میفته،
تنها راه برون رفتش مبارزه با فساد مالیه، به لحاظ اینکه در سیاست، من نظر شخصی خودم البته دارم میگم، برداشت شخصی من اینه که یک سری از این اشرار مثل رهبر جمهوری اسلامی ایران فساد مالی و غارت میکنن که بتونن قتل کنن و ایدئولوژی خودشون رو در جهان ترویج بدن. یه سری دیگه داریم مثل دولت و حکومت آمریکا که اینها قتل میکنن تا بتونن غارت کنن، چون بنابر ایدئولوژیشون خداشون پوله و فقط پول رو پرستش میکنن. در نتیجه به نظر شخص بنده یعنی این اعمال تروریستی که در اقصا نقاط جهان داره انجام میشه با این دو هدف مختلف اینه که حالا غارت بکنن که قتل کنن ایدئولوژیشون رو بتونن توضیح کنن، یا اینکه قتل بکنن که بتونن غارت کنن و به اون خدایی که میخوان و پول برسن. پس اگر که جلوی ما، من خیلی تلاش داشتم که هر جوری شده به این آقای رهبر بفهمونم که آقا جلوی فسادهای مالی رو بگیرید، چون ایشون خوب فهمیده بودند که این حرف من و اینی که بودجه های جنگ های نیابتی رو قطع کنید مقصودم اینه که آقا اصلا این ایدئولوژیتون رو دیگه دنبال نکنید و به سمت و سوی برین که ملت زندگیشونو بکنن، شما هم همون در حد قدرت خود ایرانتون بشینین. که حالا الحمدلله خدا رو شکر دیگه اصلا ضرورتی نیست که من بخوام تا روز قدسو یعنی صبر کنم، چون از قدیم و ندیم گفتن که تا زمانی که زیپ این دهنه بسته است و کلامی بیرون نیمده، امکان این که همه چی گل و بلبل باشه و صداها رو خفه کرد و شاهد زنده ها رو کشت و اینا وجود داره، ولی امان از وقتی که دهن باز میشه، حقایق بیرون نهاده میشه و اقدامی انجام میشه که دیگه راه برگشت نیست. جناب خامنه ای، خیلی خرسندم از اینکه خودتون با دست خودتون تیشه به ریشه خودتون زدین. در حال حاضر با توجه به اینکه امکان مبارزه با فساد مالی با این چیدمان جدید شما در داخل ایران وجود نداره، عذرخواهی میکنم، با توجه به اینکه طی 10-12 روز آینده علل قاعده شاهد انواع اقسام قتل‌های زنجیره‌ای مثل سر آقای فروهر و خانومشون که توی منزل بریده بودین گذاشته بودین رو سینه خواهیم بود، شاهد اعدام های تمام خبرنگارا و روزنامه نگارها شبیه آقای رضا گلپور که از فسادتون سردر آورده بودن، شاهد اعدام هاشون خواهیم بود، شاهد قلع و قمع هر ایرانی که بخواد یک کلمه حرفی بزنه خواهیم بود و کلن شاهد قتل و خونریزی های بسیاری در ایران خواهیم بود. با این حرکت شما مجبورم که از امروز از سران بین الملل تقاضا کنم بدین وسیله که جهت حفظ امنیت ملت خودشون و کشور خودشون دور هم دیگه جمع شن و جلوی شما و دو رأس دیگتون در کشورهای انگلیس و آمریکا بایستند، چرا که آخر کلام شما سه تا کشورید، حالا دست هاتون در ماشاءالله هزار ماشاءالله این هزار پا میمونید، این دستاتون مثلا آقای قاسم سلیمانی و بقیه برادران سپاهی که یاران شما هستند، همه رو نمیگم، هر کس در سپاه در ایران که از شما حمایت میکنه میاد تو خیابون عکس شما رو میگیره دستش، مرگ بر آمریکا مرگ بر اسرائیل میگه، اینا همه دست و پاهای این هزار پای اژدهای شما هستند، یعنی اژدهای هزار دست و پاتون هستند. در نتیجه من فکر میکنم با وجود بالغ بر 187 تا کشور در جهان
اگر که این کشورها سران ممالک اقدام کنند و به سرعت عمل کنند و اول از همه سفارتخونه دفتر حفاظت اطلاعات شما در کشورهای آمریکا و انگلیس رو ببندن و تمام پولهایی که از ایران غارت کردید و در بانکهای کشورهای انگلیس، کانادا، سوئیس، استرالیا قرار دادین، پولهای مبالغ درشت دارم میگم، این ریزه میزه ها که تو تمام کشورها گذاشتین و کار ندارم، این پولهای درشت رو فریز کنن، عملا دست و پاتون توی کشورهای مختلف برای پیشبرد اهدافی که این پولا رو اونجا گذاشتین، فرمولهای درست کردن بمب‌های دستساز رو از طریق کنسولگری ها و یا افراد خارجی با ملیت های دیگری که در کشورهای مختلف هایر کردیم و از همین پولهای فاسد و غارت شده ایران دارین هزینه هاشو میدین، که این در صورتی که به ایران دست بزنن در کل کشورهای جهان ناامنی ایجاد بکنید، جلوتون گرفته میشه، نمیتونید این هزینه ها رو در خارج از کشور بکنید. از اون ور هم خدمت آقای ترامپ عرض میکنم که جناب ترامپ، شما یه مقداری، من یه مقداری سلول مغزی خیلی پول دارین، بخرین و متوجه بشین که جنگ با این اژدهای پنج سر ایران ختم به ایران و کشورهای منطقه نمیشه. در نتیجه جنگ راهکار برون رفت از این بحران اقتصادی و امنیتی در جهان نیست. من الان فقط لازم دونستم با توجه به کارهایی که آقای خامنه‌ای در ایران انجام دادن و جهان شاهد این هست، به عنوان یک مادر، به عنوان یک ایرانی که ملتم عاشق کشورم هستم و ملتم رو دوست دارم و همه ملت‌های دیگرم دوست دارم، به عنوان یک انسان من به تمامی کشورها اعلام کنم که در اسرع وقت اقدام بفرمایند و تمام حساب‌های بانکی که مبالغ بیش از 200,000 یورو در آن وجود دارد را بلا فاصله فریز کنند و دنبال راهکاری بگردند که این آقایون جمهوری اسلامی ایران با دو تا سر دیگه‌شون رو توی آمریکا و انگلیس پیدا کنین و جهان رو از جنگ جهانی حفظ بفرمایید. ببینید اول آخرش من یک بشرم، یک نفرم، شاهد بخشی از چیزها هستم، ولی شما ماشاءالله هزار ماشاءالله دیگه قدرت دارید، ثروت هم دارید، خدمتکارم دارید. در نتیجه اگر امنیت ملی کشور خودتون براتون مهمه، هر یک روز وقتی که شما تلف میکنید اجازه میدید که این فرمول ها روی کاغذهای استیکر انقدی در اقصا نقاط جهان پخش بشه و هر یک روز تأخیر شما یعنی قرار دادن جهان در معرض تمام شدن. حالا دیگه از من فقط گفتنه، من هر چی که میگم علی‌الظاهر خیلی ها باور نمی کنن، ولی وظیفه من اطلاع رسانیه و چون هیچ قدرتی ندارم و یه تنه نمیتونم، من همه تلاش خودم رو کردم و دارم میکنم که جلوی این شیاطین رو بگیرم، یا لطف کنید تشریف بیارین دیگه حمایت، چون موضوع از بحث ملی ایران دیگه خارج شده و باید وارد عرصه بین المللی بشه، یا اینکه بشینید اگر هر اتفاقی افتاد، جنگی شد، جنگ جهانی شد، همه مردیم، من اون دنیا به عنوان شاهد در خدمت شما هستم که من گفتم
البته یه چیز دیگر هم بگم، من همه این موارد رو در 5 سال زندانم نوشته بودم، به تمام سفارتخونه های تمام کشورها در آمریکا ارسال کرده بودم، در دادگاه های آمریکا فایل کرده بودم، ولی نمیدونم چرا هیچ کشوری جدی نگرفت و انقدر تا به امروز به این شیاطین فرصت داد که بتونن به این اعمال شیطانیشون ادامه بدن. در نتیجه گام اول بستن دفتر حفاظت منافع ایران در واشنگتن، بستن نمیدونم الان سفارت دارن یا سفارتشون رو بستن الان دفتر حفاظت منافع در انگلستان، این دوتا رو شما ببندین و کلن این مامورای اینتلیجنستون رو بذارین رصد کنن ببینن از بخش کنسولگری سفارتخونه های ایران، چون برادران اطلاعاتی سپاه و دستان جناب آقای طائب در زیر مجموعه بخش کنسولگری هر سفارتخانه ایران در کشورهای مختلف فعالن. اینها رو رصد کنید و دیگه ماشاءالله هزار ماشاءالله، من یه نفره که نمیتونم همه اطلاعاتو بکشم بیرون و کشف جرائم کنم، یه تکونی بخورید و جلوی جنگ و کشورگشایی خوناشامان ایران برای بقای مذهب شیعه رو بگیرید. امیدوارم که کشورهای مختلف از خواب غفلت بلند شن و نخوان وقتی بجنبن که دیگه خیلی دیر شده باشه. خدا نگهدار. من چون نمیدونم که یک ثانیه دیگه زنده هستم یا نیستم، وظیفه خودم میدونم که این ویدیوها رو در اسرع وقت ضبط کنم و تا زمانی که جان در این بدن دارم کلامم رو با ملت‌ها و با جهان به مشارکت بگذارم. قبول کردید کردید، نکردید آخرش هممون میمیریم و قیام روز آخرتی هست که اونجا میبینیم همدیگر رو مجددن و در خدمتتون هستیم. خدا نگهدار.